صادقانه و خالصانه از سویدای جان و میتونم بگم یه سلام سفید در این روز بارونی به همه شما که توی این آدینه زیبای نجازه رو به ما دادیم که بتونیم این جشن با شکوه انسانیت رو جشن بگیریم. امروز در حالی در کنار همدیگه هستیم که 12 سال تجربه با شکوه داریم از اینکه دوستان ورزشکار ما و هنرمندان فهیم و فرهنگی ما دستشون رو در دست همدیگه قرار دادن تا بتونن در این مراسم کنار همدیگه باشن و با مداومت، خالصانه، عاشقانه در کنار همدیگه روزهای قشنگی رو سپری کنیم. سلام بر تو سلام بر تو که روح آزادی و نور محبت را بر کالبد انسان‌ها دمید. آنها را که فرزندان آدم و حوا بودند بر زمین منتشر کردی تا تو را و هم دیگر را دوست بدارند و احترام کنند، به درستی که هیچ کس در نزد تو بر دیگری برتری ندارد مگر به تقدیر. سلام بر تو. سلام بر تو. سلام بر تو. قشنگ حس همراهی، دعا کردن برای هم، ببینیم آدمایی رو که هم دردن برای هم، دیگه اون روز هیچ فقیری توی دنیا پی نون نیست، همه شادن همه خندون، توی چشمی نمه بارون نیست. چقدر خوبه که آدم ها به فکر حال هم باشن، نگاهشون مهربون باشه، تو قلب هم دیگه جاشن. چقدر خوبه Thank you.
عاشقی هیچ وقت به رنگ و قوم و کشور نیست، همه با هم یکی هستیم، ایشکی هست ایشکی برتر نیست، به جای روبروی هم کنار هم دیگه ماشیم، سلام هدیه کنیم حالا به احترام هم دیگه باشیم. چقدر خوبه که آدم ها به فکر حال هم باشن، نگاهشون مهربون باشن، تو قلب هم دیگه جاشن. چقدر خوبه، چقدر خوبه که آدم ها به فکر حال هم باشن، نگاهشون مهربون باشه، تو قلب هم دیگه جاشن. هدف باشگاه هنرمندان فکر میکنم همیشه پایه و اساسش بر این مبنا بوده که کمک به دیگران، کمک به هم نوع، تو مواقع اضطراری امداد رسوندن به مردم، و تا حالا فکر میکنم ثابت کردن که همیشه کمک حال مردم بودن. برای انجام کارهای خیر به نظرم مثل همون چیزی که در قرآن گفته شده که مؤمنا باید از همدیگه سبقت بگیرن، ای کاش هممون بدونیم که در این کارا باید با همدیگه رقابت داشته باشیم، و اگه حتی حسودی هم بکنیم تو این کارا حسودی بکنیم به همدیگه. میگه در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یه کعبه صورت هست و یه کعبه دل، تا بتوانی زیارت دلها کن، جبزون ز هزار کعبه آمد یک دل. انسان‌های دیگه‌ای که با افکار قشنگشون مؤسس همچین سازمان‌ها و خیریه‌هایی باشن و افراد صاحب قدرت، ثروت و سرمایه هم ازشون حمایت و پشتیبانی کنند. خوشحالم که در جمعتون بودم. که در 12th سالگرد تأسیس و تولد باشگاه هنرمندان ایران در بخشی از اون حضور داشته باشم به عنوان نیما کرمی، نه به عنوان مجری. مرتضی گفتش که سی دی من کجاست که من بتونم باهاش پلی بک بخونم. گفتم خودت من تو ماشینت نداری؟ گفت من میتونم شهرام ناظری بخونه، من لب بزنم. معلومه که شهرام ناظری گوش میده، ولی من تو ماشینم انقدرشو دارم به خدا، با تمام غرورم گفتم و با تمام وجودم. هدیه رضا اسماعیلی به رسم یاد بود تقدیم میشه به مرتضی پاشایی، به خاطر نه فقط گرمی صداش، به خاطر اینکه یه تحولی ایجاد کرده در موسیقی پاپ بدون شک.
پیشان نمی زنده باشی قربان شما. عرض سلام دارم خدمت یکایک حضار گرامی. خیلی خوشحالم که در کنار اساتید هنر و ورزش هستم. باعث افتخار منه که تونستم که یک کار کوچیکی برای همایش انجام بدم. مرسی. زنده باشی. اگه بخوای آره. اگه بخوای از این جمع برای ما یه جمله بگی چی میگی؟ این جمعی که هنرمند، ورزشکار، خیر، دوست داشتنی، عشق رو فهمیده و تعریف کرده. عرض به حضور شما که اول اینکه همه این هنر، ورزش، علم، همه اینا بهونه ایه که ما در کنار هم در واقع هر کاری که برای هم نوعمون عدستان برمیاد انجام بده و این اینجور همایشت بزرگترین حسنش نه که نشون میده که آدم ها همه ما مخصوصا ما ایرانی ها همیشه تو همه جا پشت هم هستیم و در واقع میتونم بگم که با معرفت ترینیم. افتخار خودتون که با معرفتید و مرتضی پاشایی که با معرفت ترینه دست بذارید. اجازه میخوام برم جلو یه نفری رو التماس کنم، استغاثه کنم، درخواست کنم. مردی که باهاش زندگی کردیم سالیان درازی در قالب هر هنری که شما بخواهید، در قالب هر آکتوری که بخواهید، این مرد بلوگوار در اینجاست که من میخوام برم دست پاشو ببوسم. حتی برای یک لازم شده ایشونو خواهش کنم تو بغلمون بگیریم بیاریم اینجا همه ببینیم. اگه نتونست من خودم میارمش. آیه یه صندلی هم براش میاریم تا اونا که میخوان تنیس انسانیت بگیرن از دست این بزرگ مرد. میبخشید من در شرایطی نیستم که بتونم خودم رو حفظ کنم. با مشکل اومدم اینجا و آرزو میکنم که این جمع هنر و ورزش هرچه بیشتر بهتر با هم شروع کنن برن جلو. موفقیت های خیلی خوبی نصیب کشور بخواهد شد. متشکرم. مرسی. بسیار متشکریم جناب آقای انتظامی. اما کسی اینجاست که من میدونم چقدر دوستش دارید. من چی بگم؟ هرچی بگم من به حرمت جنونم، پای تو باید بشینم، گره خورده غیرت تو با غرور سرزمینم. مردمی که عاشقونه به تماشای تو میرم، تو پیک خورده به با تو بایدم طلا. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم. عذرخواهی میکنم از اساتید که من اومدم این بالا. ببخش به بزرگی خودتون. والا حقیقتش من امروز جورایی سورپرایز شدم چون اصلا انتظارش نداشتم اینجا باشم و واقعا هم این چیزی که الان دست منه من خودم لایق این عنوان نمیدونم خودم رو و از اونایی که منو برای این عنوان انتخاب کردن تشکر میکنم و امیدوارم که من دارم خدا اینقدر به من قدرت بده که یه روزی بتونم به همه مردم کشورم خدمت بکنم. این قدرت رو داده.
علی کریمی، خیلی بهتر میتونید تشویقش کنید. نوشتم از رو بخونم. سفیر انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران، بهاره رهنما. بهاره رهنما بانوی دوست داشتنی هنرمند کشورمون ایران که به او افتخار میکنیم، بسیار هم ارزش داشته. اینم المان ورزشی. خیلی ممنونم، این همچنان برای من همچنین بالاست. خیلی ممنونم، من این جایزه خیلی برام ارزش داره. من یه دفترچه آرزوها دارم که همیشه توش می نویسم. نمیدونم چرا امسال در آستانه 40 سالگی هوس جایزه کرده بودم. هم جشنواره فجر خانم من زدم به طرف تئاتر داشته بودم قربونتون، هم جشنواره سینما ببخشید پشتم به دور بزرگواره، ولی خلاصه قسمت نبود. هی می نوشتم هر روز که تندیس من آماده است، تندیس من آماده است. ولی امروز جالبه که کیمیا باباییان بهم زنگ زد، گفتم من توی این دفترچه موبایلم نوشتم 16ام قراره بیام و واقعا نمیدونستم قرار ازم تقدیری بشه. فقط میخوام به شکل کاملا غیر سیاسی، چون این مراسم من هر نگرش سیاسی داشته یا نداشته باشم یک مراسم کاملا صلح جویانه است و من اجازه ندارم عقاید شخصی مداخلت بدم، ولی چون که این جایزه یک جایزه انسانیته، من تقدیمش میکنم به دوستم هنرمند تئاتر نوید محمدزاده که امسال میشناسید نوید محمدزاده رو؟ ببینین این پسر هنرمند تئاتر و واقعا امسال براش هیجان انگیز بود. آدم وقتی تو 20 و چند سالگی کاندید سیمرغ بلورینه و برنده بود اون شب و به دلایلی قرار شد که برای اینکه تنش ایجاد نشه فیلم از جشنواره از داوری خارج بشه. به این تصمیم همه احترام گذاشتم و فیلم خارج شد و جایزه رو نوید محمدزاده نبرد. ولی من الان 40 سالمه من میدونم توی 20 و چند سالگی چقدر سیمرغ بلورین برای آدم مهیجه. نمیدونم دیگه کی قسمتش بشه. من امشب این جایزه رو میفرستم برای نوید محمدزاده. خیلی متشکرم خانم بهاره رهنما. ببخش انصافا از سیمرغ فجر خوشگلتره. تو این چند ماه یاد گرفتم که بعضی موقع حرف نزدن اعتبار میده به آدم، در دورانی که خیلی ها دارن حرف میزنن. و اینکه من یه چیزی دارم و اون خداست و تو حضورش رو تو این یک ماه خیلی خیلی زیاد احساس کردم. خوشحالم در دورانی زندگی میکنم که در لحظاتی که فکر میکنه بدترین لحظات زندگیته، خدا یه ور دیگه ماجرا رو بهتون نشون میده که این بهترین اتفاق زندگی آدم. یه جایزه دستمه به اسم انسانیت. من خودم اینو نگرفتم، این جایزه رو بهاره رهنما گرفته و درخشان این جایزه به دست من رسیده. من ممنونم ازش این که این جایزه رو راه انداختید. میدونید ما مهمتر از کارمون انسانیته. من میگم که انسان باشیم و دیگران رو ببینیم و عصبانی نباشیم. بله، چون عضو هیئت داوری بودم، ایشون به اتفاق آرا برنده شدن و آخرین لحظه اتفاقاتی افتاد که فیلمو از مسابقه خارج کردن، به همین دلیل جایزه به ایشون تعلق نگرفت، ولی برنده اصلی در این دوره آقای محمدزاده است. من یک جوان رعنا از عرصه موسیقی پاپ کشور که خیلی مردم ما، جوانهای ما دوستش دارن و اینجاست، خیلی هم خوش تیپ و منم خیلی دوستش دارم، فرزاد فرزین رو روی صحنه دعوت بکنم. Oh,
نگفتم خیلی رعنا بالا بود مال من پایین شد. خیلی خوشحالم که البته قطع به یقین این جایزه من لایقش نیستم. خیلی دوستان هنرمند زیادی هستن که فکر میکنم حقشون از این جایزه رو داشته باشن، اما تشکر میکنم از باشگاه هنرمندان و دوستان عزیزی که به من این لطف داشتن. امیدوارم که یه روزی بشه که صلح و دوستی در کل دنیا وجود داشته باشه. مرسی خیلی. زمین رو خط خطی کردم، یه جا رایا یه جا کابوس، یه جا خلیج دلشوره، یه جا آروم اقیانوس. ببین رو نقش هر روزت یه جایی غرق آتیشه، یه حسی میگه نزدیکه بازم جنگ جهانی باید این خط خطی ها رو از این جغرافیا برداشت، هم نزدیکتر بودیم اگه دنیا یه پرچم شبیه بچگی هاشه، هواپیما و موشک هاش تمومش کاغذی باشه. یه کاری کن همین حالا جدا از پرچم و نقشه، چه خوب میشد اگه میشد که دنیا مهد کود. خط خطی ها رو از این جغرافیا برداشت، هم نزدیکتر بودیم اگه دنیا یه پرچم داشت. باید این خط خطی ها رو از این جغرافیا برداشت، هم نزدیکتر بودیم اگه دنیا یه پرچم جناب آقای یاریار دست بزنی تشریف بیارم بروی صحنه. آقای یاریار و به افتخار کامران نجف زاده. شبتون بخیر، امیدوارم که ایام به کام باشه و روز روزگار خوش. خیلی خوشحالم که امشب در خدمت شما هستم چند دقیقه. امیدوارم که شب خیلی خوبی داشته باشید و خاطر انگیز. تشکر میکنم از آقای بهرمند و آقای یاریار. امیدوارم که این مراسم ادامه داشته باشه، هر سال بهتر از سال گذشته و فوایدش همونطور که در جریان هستید برای برخی انجمنهای خیریه مثل ام اس و برخی از جمعیت‌های بهزیستی مثمر ثمر باشه. خیلی متشکرم. کفش طلا رو معمولاً به آقای گل میدن. کامران خیلی گل زده. به افتخارشه.
خیلی خیلی ممنونم. در حقیقت قراره که امشب تعداد زیادی از ورزشکارهای هنرمند ما تندیس انسانیت بگیرن. همه شما اومدید به ما دارید میگید که نه هنوز خیلی چیزا زنده است. آقای راد هر کی میاد صحبت میکنه صحبت از بدیا میکنه، مثلا آقا چجوری اینا رو انتخاب کردید، حالا از کجا میدونید اینا خیلی آدمای پاکی هن؟ یعنی چی؟ خبره ها رو چرا میکشیم؟ اینا خبره های ورزش و هنر این مملکت هن. چرا میکشیمشون؟ مگه علی کریمی من امشب صحبتم با جوان‌تراس های استیری بحثم اینجاست که مگه علی کریمی راحت شده؟ علی کریمی که به این راحتی میخوایم خرابش کنیم؟ علی دایی راحت علی دایی شده؟ محمد مایلی کوهن و بزرگای دیگه اینا واقعا راحت رسیدن به اینجا؟ بس کنیم، این شاخه‌ای که ما روش نشستیم داریم میبریم، خودمون میافتیم. اهالی مطبوعات، رفقای من، بزرگای من، این شاخه میشکنه، ما میافتیم، هممون میافتیم. فکر نکنید که ما میافتیم شما نمیافتید، نه همه میافتیم. همینطور که همین الان در ورزش و هنر ما، مخصوصا ورزش، فقط سیاهی ها دیده میشه. امسال دومین سال همایش تجدیل از انسانیت، طور خدا یک کار کنیم نجیبا دیده بشن. Thank you.
اما رضا عطاران. علی جلالی مهر، حامی باشگاه و کسی که سالیان سال در کنار باشگاه هنرمندان ایران بوده، دست بزنید تشریف بیارم به روی صحنه. جناب آقای علی جلالی مهر، لوح و تقدیرنامه جناب آقای جلالی مهر رو لطف بکنید، هدیه باشگاه به رسم زحماتشون. و اما نفر بعد، جناب آقای خندرو، که همیشه خندرو کنار باشگاه هنرمندان بودن، مدیر عامل شیراوران، به افتخار شما دست بزنید. خیلی خیلی خوش آمدید. من در همین عرصه دعوتم از دو بزرگوار دیگه تشریف بیارم به روی صحنه برای اهدای جوایز. جناب آقای تیمور قیاسی عزیز رو تشریف کنید و سرکار خانم شیرازی رو تشریف کنید، از هنرمندان خوب و ورزشکاران عزیز کشورمون هر روز خدمت و دارای نام، به افتخارشون که تشریف بیارم به روی صحنه. و اما نفر بعد، به افتخار جناب آقای مهدی زارع عکاس ورزشی دست بزنید که همیشه در کنارتون بوده. آقای مهدی زارع عکاس ورزشی هستم در جمع ما. جناب آقای زاره دارن عکس میگیرن، رفتن، جایزتون محفوظه. به افتخار جناب آقای افشین عبداللهیان سردبیر ابران ورزشی دست بزنید. بسیار خوش آمدید. و همینطور به افتخار آقای علیرضا خلیفه سردبیر ورزشی خبرگزاری فارس دست بزنید. جناب آقای خبیفه سردبیر ورزشی خبرگزاری فارس، جناب آقای حسام عقبایی رئیس اتحادیه املاک کشور، به افتخارشون دست بزنید. تشریف بیارید بریم صحنه، در خدمتشون باشیم. دست من بیارم. چیز شد دیگه، دیدن مجری خورد جنب جوشش بیشتره، لابلاش میرسه دیگه. من تا دوستان حضور پیدا میکنم بگم حمید صنایع تشریف بکنید. طراحی پیرن باشگاه و لباس ورزشی جدید باشگاه توسط ایشون و گروهشون انجام شد. از مرتضی تهرانی تشکر ویژه می‌کنیم به خاطر کاریکاتورهایی که اینجا هست که حالا قرار تقدیم بشه به عزیزانی که فعالیت صادقانه داشتن، و همینطور شرکت لوسان که حامی مالی بوده حاج آقای بختیاری. به افتخار همه‌شون دست بزنید تا بریم به سراغ تقدیرهای فعالیت صادقانه. We'll be right back.
از اینجا شروع میشه، اون فعالیت های صادقانه و تقدیرها از اینجا شروع میشه. به افتخار بزرگبانوی خیر و نیکوکار عرصه موسیقی ایران، نویسنده و استاد آواز ایران زمین، سرکار خانم پری زنگنه دست بزنید. بله، یک عمر فعالیت، سالها کار در حوزه موسیقی و تاریخ درخشان تاریخ سرکار خانم شهلا ریاضی، تقدیر خواهندگر از خانم پری زنگنه، استاد آواز خانم ریاضی. خیلی خیلی خوش آمدید. از دست خانم ریاضی میگیرید هدیه شما. پشت تریبون 50 ثانیه، دقیقاً 50 ثانیه ها فرصت دادن، چون زیادتر هممون حرف بزنیم صدا قطع میشه. 50 ثانیه بفرمایید شما صحبت بکنید برای این مردمی که عاشقان شما رو دوست دارن. خیلی ممنون هستم که منو قابل دونستن. خوشبختم که با چنین سازمانی روبرو شدم که هنر، عشق و انسان دوستی رو به مردم عرضه میکنه. امیدوارم که بتونم بیشتر از اینها خادم شما همه باشم. مرسی. میگن سینما وضعش خرابه، نمیدونم از کجا دل شیر پیدا میکنه سرمایه گذاری میکنه. آخه اصفهانیه و خیلی اقتصادی. به افتخار داریوش بابایان، جوانهای زیادی رو در عرصه سینما و بازیگری معرفی کرده و قول داده که همچنان روی این سینمای ورشکسته سرمایه گذاری بکنه. به افتخارش، جایزه خودش رو از دستان بهترین دروازه‌بان آسیا سید مهدی رحمتی میگیره. من پرسپولیسیم ولی خیلی دوستش دارم. علی زیان پرسپولیسیه، احسان علی خانی هم پرسپولیسیه، آقای فتح‌الله زاده ببخش، به خودتون تو برنامه گفته بودم. آقای بابایان عزیز، تشویقشون بفرمایید. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتدان دلی که بحر تو نلرزد. این آشقی ننشیند در سخن، که بحرش به بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از زمان پاکت دست دیگران،
بد و حرام. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو به ما در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از کارا، چه پسا جور زمان. ای نخ رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو به ما. سبزی سب چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن. من که تا ابد هستیم به هستی تو هسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بد و حرام. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، صبح من در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از کارا، چه خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو به ما. در عرصه تئاتر مرد بی بدیل، موفق، دوست داشتنی، پیشکسوت، میخواستم بگم موسفید، اما تازگی ها موهاش سفید شده، به حکم هیئت محترم داوران، اصغر همت. اصغر همت هم از مردان دوست داشتنی عرصه هنر و بسیار هم موفق. من عذرخواهی میکنم دارم تون تون میرم اسامی رو، اما آقای همت 50 ثانیه فرصت دارید. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار گرامی. آقای کریمی، زمان ما جام جهانی یه اسمی داشت، میگفتن جام ژول ریمه، الان نمیدونم چیه، فکر میکنم همون جام جهانی خودش چیز باشه. جام جهانی، اسکار و سیمرغ بلورین، حتی اگر طلا باشه، بدون مفهوم انسانیت هیچ ارزشی نداره. بزرگ زن عرصه هنر سینما، تئاتر و دوبله ایران زمین، سرکار خانوم ژاله اولو. مبارک باشه، خیلی خیلی خوش آمد، باز هم افتخار. واقعاً تنها حرفی که میتونم بزنم اینه که متشکرم این همه احساسات برای 65 سال کار من. زنده باشی. خیلی متشکرم و همشم به عشق وطنم و به عشق مردمم بوده. 65 سال کار کردم. خیلی ممنونم، تشکر میکنم. بی ادعا، نجیب،
پرثمر، بزرگ، دوست داشتنی با سابقه درخشان و طلایی. فرامرز غریبیان. بله، به افتخار جناب غریبیان. الان لندیز و هدیه. خواهش میکنم بفرمید. با سلام خدمت همه شما عزیزان و ملت ایران، من میخوام تشکر کنم از مؤسسین باشگاه، به خصوص آقای یاریار که این افتخار رو به من دادن که امشب در خدمت شما باشم. از همه شما متشکرم. به افتخار جناب آقای محمد بنا، دست بزنید تشریف بیارم بروی صحنه. ارادتمندم جناب بنا، ایشالله همیشه بدرخشن. باز هم به افتخارشون دست بزنید. اینجا داره تندیس انسانیت داده میشه و اتفاقات بسیار زیبا و قشنگی هم افتاد. اون معلمی که به خاطر اون بچه سرش رو تراشید الان اینجاست. به افتخار همه اونایی که همدردی میکنن با درد کشیده ها. بله، بله، او که آوازش همه جا حتی فرامرزی شد برای اون بچه‌ای که اسمش ماهان بود، حتما یادتون هست. درود بر شما، انشالله که موفق باشید.
بعدی که ما دوست داشتیم تشریف داشته باشه ولی متاسفانه به خاطر مشغله کاریش و فکر می‌کنم ایشون داور جشنواره تئاتر بودن، نگار عزیز جواهریان هست که یه دست خوب براش بزنیم. بله. چقدر خوب در فیلم طلا و مس ایفای نقش کرد این جوان هنرمند، ولی هم خواهرشون اینجا تشریف دارن هم مادرشون. من خواهر سرکار خانم جواهریان استدعا میکنم. بله خواهر گلشون اومدن، اگر امکان داره راه بدید تشریف بیارم بالا. بله به افتخار خانواده جواهریان. سلام ویژه ما رو به خانم جواهریان برسید. بله خواهش میکنم بفرمایید. سلام، عصر همگیتون بخیر. من خواهر نگارم، به نیابت از اون اومدم. متاسفانه نگار نتونست بیاد و این پیغامو به من داد که بهتون بگم خیلی دوستتون داره و افتخار میکنه به این تنظیم. مرسی. خیلی خوش اومدید. متشکرم. سنگینه. اجازه بدید یکی از دوستان بچه‌ها یکی بیاد کمک کنه. سخت نیست. و اما عزیز دیگری از فیلم طلا و مس، جناب آقای بهروز شعیبی تشریف آوردن. آقای بهروز شعیبی، بله بله بله، از بازیگرای خیلی خوب. بله. و از کارگردانهای بسیار ارزشمند. بله. کشور ما جوان خوش آتیه. امسال هم یک فیلم، در فیلم فکر کنم جناب آقای میرکریمی بود که بازی کرد، فوق‌العاده ایفای نقش یک جانباز سرفراز رو بازی کرد. یه دست دیگه به افتخار بهروز شعیبی. جناب آقای بهروز شعیبی خسته نباشید. اگر اونایی که فیلم طلا و مس رو دیدن، نقش روحانی و نقش اصلی فیلم رو بازی میکرد. بهروز جان خیلی خوش اومدید. سلام عرض میکنم. خیلی ممنونم از محبت دوستان در انجمن ام اس. من چون در نزدیکان، در واقع در اقوام نزدیکمون هم درگیر هستن با این در واقع بیماری، من میگم که خدا ایشالله همتون رو حفظ کنه، سلامت باشین. به هر حال این بیماری زیبارویان ایشالله که در واقع به خاطر حسن روتون، اخلاقتون و صبرتون، خدا ایشالله نگهدار همتون باشه. متشکرم. خب ما قبل از این که از کارگردان فیلم طلا و مس دعوت بکنیم، ما این وسط رو باز میکنیم، بخشای از فیلم رو با هم، کلیپی آماده شده ببینیم، بعد از اون میریم سراغ دعوت از کارگردان. دوست خیلی عزیزی هم دارم که ام اس داره و سالیان سال این بیماری رو داره. یه روزی ازش خواهش کردم که با من بیاد بریم یه جایی بشینیم حرف بزنیم راجع به فیلم. اومدیم بشینیم تو ماشین، در واقع اومد صندلی کمک راننده رو من در باز کردم، نشست روش ولی پاش بیرون ماشین بود و پاشو نمیتونست ببره تو. یه غذا نمیتونم برای بچم درست کنم، همین یه ماکارونی ساده. و گفتش که ببین دستتو بزن پشت زانوم، با مشت بزن از پشت تو زانوم که زانوم خم شه. فکر میکنی من بچم؟ میخوای منو گول بزنی؟ فکر نمیکنی من میفهمم که دلت برام میسوزه؟ شاید یه هفته مون دوتا شروع فیلم برداری. واقعا احساس کرده اصلا حتی از لحاظ ذهنی، حتی جسمی احساس ضعف میکردم. یعنی گفتم که میتونم واقعا ام اس چجوری میشه. حتی وقتی فیلم رو پرده هنوز ندیده بودم فکر میکردم که نمیدونم شده یا نه. خدایا جان نمیکشی رو عذاب کنی حق فاطمه زهرا خفتم نده. یک کسی که به من زنگ زد و اصلا من نمیشناختم و گفت که حالا من شماره تو رو پیدا کردم از یه جایی و من ام اس دارم و
خیلی خوبه و خیلی 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 راضیه. من حتی مثلا تعریف کرد که فلان لحظه‌ای که تو فیلم هست و چجوری خودش تجربه کرد. برم ببر آسایشگاه، اصلا برم گردون نیشابور، خسته شدم. زهرا جان همه مریض میشن، مریضی مال آدمی زاده. این کتابو میبینی؟ یک ماه لاشو باز نکردم، کارم شده پخت و پز و کرنشوری بچه‌ها. نفس رحمان، نفس رحمانی همان جوهری است که سوهر وجود مادی و معنوی در آن منکشف شده است. دستو بذار روشونه، هم خودم میبرم. صدا دوربین حرکت. من هفتمین فیلم سینمایی هست که ساختم و فکر میکنم مشکل ترین فیلمی بوده که تو زندگیم ساختم. دلیلش هم این بود که ما یه قصه بسیار نرم و آرومی داشتیم که متکی بود بر لحظات زندگی و در آوردن لحظات زندگی کار سختی است، خیلی سخته. خونه جمع و جوری داریم، یه جوریه اما حال خوب داریم. صدا دوربین حرکت. در تمام طول فیلم برداری تنم داشت میلرزید، یعنی واقعا میترسیدم که داریم چی کار میکنیم، در میاد در نمیاد این لحظه ها، تا روزی که اولین نسخه مونتاژ شده، یه رافکات اصطلاحاً ما مونتاژ کرده بودیم رو دیدم، یه نفس راحتی کشیدم و فکر کردم شده. دستان جون نداره، بیارم بالا. صدا دوربین حرکت. و این کار جمعی در واقع شد فیلم طلا و نقره. فیلم طلا و مس و به یاد موندنی و خاطر انگیز در حمایت از بیماران مس. کارگردان؟ بله من دارم میبینم جناب آقای اسدیان، کارگردان مورد علاقه من، کاراشون رو خیلی دوست دارم. یه دست خیلی خوب لطفا براشون بزنید. تبریک میگم، خیلی خوش آمدید. مبارکتون باشه، خیلی موفق باشید انشاءالله برای آینده و کارهای بهتر از شما مثل همین کار که زیبا بود. خب نفره بعد جناب آقای حسین هدایتی تشریف دارن. بله جناب آقای حسین هدایتی یکی از خیرین خوب بفرمید. آقای هدایتی همیشه همراه ما هست. من خواهش میکنم دستی بیشتر به افتخارشون بزنید. آقای هدایتی از چهره های حامی ورزش. خیلی خوش آمد آقای هدایتی. سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم از اینکه عصر جمعه ای خدمت شما دوستان عزیز هستم. امیدوارم که خدا به بیماران ام اس سی اولا سلامتی بده و به هنرمندای عزیزمون که بانی برپایی چنین مراسمایی هستن توفیقات بیشتر عنایت کنه. و از همه هم میخوام که تو این مسیر شادیامون و کارامون و کارهای خوبمون و قشنگمون رو به رخ هم دیگه بکشیم، کمک کنیم به هم دیگه که این مورد پسند چی میگم خداوند و بنده های خوب خداست. خیلی متشکرم. تشکر. تشریف بفرمایید آقا.
سرود ایران رو با هم زمزمه میکنیم. الهی هر کی نخونه تفخال بزن. محمد رضا مهدوی آماده؟